شیم ما هم کوی خارایم دیوار بخارایم ما هم کوی خارایم دیوار بخارایم یکتای فرستان یکتای فرستان هم دارسی خاموسیم هم دارسی ناموسیم هم شریف بر ما نظر کن آرهیم زین گمراهی دوست آور سار دستم بگیر و تایم کن براهی دوست آور سار یا لابه کن یا مدربه یا همراهی نگو سلام بگو برو نگو شعر بگو سرود نگو شد بگو سپاس ولی مقصد اینجا ایران یه گربه یه 7000 ساله که زنده است و وقتی که نفت خام دار اینجا چهار فصل ولی تو دل مردمش فقط برف زمستون و سرمایه دار اینجا آرمینه ها تو رو به سونشون نمیدن ببین گربه من و به حسین و علی شدن نماد و ایثار عدل علی جدیه و سربریدن با چوبه دار سباب یخنی مرد پرستی و ساختن امامزاده ها تقسیم و توربین به تاریخ 7000 ساله ما می نویسم از بروندن از سقوط هفت هزار سال بیگانه در ایران است بیگانه در ایران با پیرو و زرتشتی از کوروش و آن پشتی برخیز به پای خود زین بیش زبونش کن بیگانه در ایران است بیزارم از دین شما نفرین به آهین شما از دینه پیشانی دلهای سنگین شما امیران سپاه شام سرداران خون آشام شما را مردگانی زنده میبینم خدایان شما را بنده میبینم پیش شهرگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم من حمزه است که روم پوشیده از شهر می گذرد و از غبار راه پوشیدم خدایی که ویرانگر زندگی است خدایی که از مهربانی تهی است تهی از مهربانی این مسعود آذری رفیق نازنین من که این چکامه ها و سروده های زیبا رو می سرایه یادش بخیر مسعود اون سالا می اومد شانزیزه پیش من این رباعیاتش برای من می خوند حالا ببینید فصل نوینی از نبرد با ترانه های فرزندان دلیر ایران نیشابوره خداوند الدنگ امام پوش چپاولگر دزد میهن فروش الله بوته یادتون نره الله خدا نیست الله بوته قبیله تازیان قریش بوده خدای شکنجه خداوند زور خداوندگان کر و لال و کور این کور ما رو میدونید که توی قرآن هم آوردن سوره تکویر از شمس و کورت و از الوحوش و حوشلت تکویر یعنی کور شدن از ماست گرفته کور رو گرفت اونجا بازی داده سلمان اقرار کرده همه آیه هایش فریب و خطا همه سوره هایش دروغ و ریا شیاطین چو این تحفه ها را یافتند شبانه برایش عبا بافتند دکان ها به نام الله باز شد فریب و ریاکاری آغاز شد چنین شد
الله بداندیشگان، نگهدار اموال مفتی خوران. بسی داستان ها از او ساختند، به ما مذهب تازی انداختند. جهنم شد این مرز گوهر سرشت، ایران رو جهنم کردند، ز تازی پرستان و خواب بهشت. خودشون عشق دنیا رو میکنن، به تو بدبخت بیچاره میگن برو اون دنیا، وقتی مردی خاک بر سرت میپوسی، مور و ملخ میان میخورن تو قبر. میگه بعد دوره تو خودت جسم، معاد جسمانی میگن، معاد روحانی رو ما بهش معتقدیم، نه تناسخ بقا. میای دوباره مردم ابله هم یک ثانیه فکر بکنن نمیکنن، اینا رو پذیرفتن و 1402 سال خر اینا شدن و بچه های پوریه های من میکشن و کیان های ما رو، مجید های ما رو، و میخندن، دست میزنن و اونجا تماشا میکنن، پای جوخه های ادام و میسن بچه ها رو تماشا میکنن. بسی داستان ها از او ساختند، به ما مذهب تازی انداختند. جهنم شد این مرز گوهر سرشت، ز تازی پرستان و خواب بهشت. الله شما شیخکان تا که هست، خدایی ز اجداد اهریمن است. سفر برده مره نته کشونه، خدا عاشقی چه کاره. عزیزان من، امیدوارم حالتون خوب باشه. بعضی وقتا با دوستان که صحبت کنم، آقا چه حالی، چه روزگاری، وای چرا ناراحتی، آقا زندر کشتن دیگه. میگم خاک بر سر من. خاک بر سر من که نمیدونم این کشتار مال امروز نیست که 1402 ساله دارن میکشن شما رو. نابود تو میگه گوجه ای خواب خیاب باشو. بعد الان امروز میخوام دو تا سه تا نکته مهم رو شما بگم. برای آزادی ایران بایستی یک نهضت روشنگری از تک تک خانه های پیرپادال ها آغاز کنید. یعنی شما باید برید در خانه های پیرپادال ها، یعنی از فامیلتون هم باید شروع کنید، از ننه و عمه و خاله و بیبی، تمام اونایی که لچک سرشون میکنن، به جایی که بگه وای مقدسه مادر بزرگ منو قربونش برم، لکک سرش بکن بنداز دور، بد مخید صحراگردیه، صحراگردی نشاط هر که سرش میکنه یعنی خریته، یعنی نمیدونی که مال صحراست، ربطی به خدا و پیغمبر تا ربطی به الله نداره. برو ببین اگه الله یک کلمه در مورد لکک حرف زده تو قرآن. آقا بد مخید، باید روشنگری رو از خوناتون شروع. در جایی اشاره کردید که اسلام خانواده ها رو نتونسته فتح بکنه، اگر که درست متوجه شدم، منظورتون این هست که در واقع خانواده ها، یعنی خب ما بخش بزرگی از جامعه ایران بسیار مذهبی هم هستن. بله. این رو خب قرار نیست که اون بخش حذف بشه یا اینی که سرکوب بشه. کدوم بخش؟ بخش مذهبی جامعه. من دستور کار اینجا صادر نمی کنم. ببینید من دستور کار صادر نمی کنم. کار من فقط اینجا واکاویه. ما اینجا دو سه تا فکت داریم. یکی این که اسلام هرچی که میگه، حالا طفلی خب دوست داره بگه، اون گفته خودشه، از قرآن گرفته تا حدیث تضاد 100% داره با اون چیزی که تو ایران کلاسیک تا آخر ساسانی وجود داشته. خب این فکت، این کارش نمیشه کرد. حالا اینی که ما الان باش چیکار بکنیم معلومش کنم، مسئله خودشونه. بعدی که شما میفهمید که خب این همه ما مذهبی داریم، اینا چه خواهند شد، اینا اونم من نمیدونم. من ببینید مثلا یه قوم آلمانی که مثلا به ناسیونال‌سوسیالیسم عادت کرده یه بخشیش، بعد میگن که حالا اگه بخوایم مثلا بریم دموکراتیکش کنیم، خب چه کنیم، این همه اینجا ناسیونال‌سوسیالیسم ما داریم که رفتن در آدمکشی و همکاری کردن، خیلی هم دوستش دارن. اینو من نمیدونم چگونه خواهد شد، ولی اصل داستان اینه که بدنه ذهن ایرانی اصلا وقت مسلمان نشده، به جز یه 10% که اونا شاید خودشون بازماندگان اون مهاجمین بودن، نمیدونم قایقات حتی تو قیافه هاش نمادن میبینه تو دست اندر کردن جمهوری اسلامی، نمیدونم این ممکنه، یعنی تو خانواده هاشون از اول یه فرهنگ دیگری بوده.
ولی مال بقیه بدنه جامعه هیچ، یعنی مسافرای فرنگی همیشه گفتن چه زمان صفویه چه زمان پهلوی که وقتی به داخل خانواده میرفتن، حتی هم زمان صفوی، و این پویایی زن داخل خانواده رو میدیدن شاخ در میآوردن، گفت این چرا بیرون از خانه حرکتش قدغن شده بود. در نیمه دوم صفوی برنمونه، نیمه اول نه، هنوز اون زنای جنگجو بود که شاه اسماعیل مثلا بهروز خانم سوارکار زره پوش بود، از این رسمای عجیب غریب تو آذربایجان مونده بود، مثلا زن بابک خرمدین. این جزئیات نمیخوام بگم، لکچر میشه ولی پیچیده میشه. ولی فرنگی هر وقت که اومدن در خونه رو که باز میکردن میبادن تو، میگفتن اینجا سرزمین اسلامی نیست، این اروپا میمونه. یعنی شرلین دقیقاً توضیح داده سر آنتونی که میگه مثل برادرای خودمونن، و خودش هم میگه میگه تنها آدمای مخرب اینجا فقط روحانیون مسلمونشون هستن. اینم طفلی گفته که میگه مثل دقیقاً نگاه دارندگان اون شبکه خفقان هستن که اصلا اینجا نیست. حالا شما میگید که اینایی که الان رسمی خودشونو مسلمون میدونن اینا بعدن چیکار خواهند کرد؟ من نمیدونم، ما باید با احترام برخورد کنیم. اینجا سیستم سیاسی، خب سیستم آزاد میخوایم، سکولار میخوایم، ولی در عین اینکه آدم همه رو برمیتابه، ولی حقایق هم آدم باید بگه. یعنی اینکه همیهنای ما اگه دوستان برن مسجد نیایش کنن عالیه، من هیچ مشکلی باش ندارم، ولی همزمان خب افراد مهتر جامعه باید بهشون بگن که اون چرا که تو میپرستی بنیادش دشمن تاریخی ما بوده، حالا اگر میخوای بری نیایش کنی اصلا عیبی نداره، ما حتی پاسبان میفرستیم که کسی مزاحمت نشه، ولی در اینی که تو نگهدارنده این دشمنی هستی درونم هیچ شکی نیست. این مشکل دوران پهلوی دوم بود، البته اون طفلان نمیتونستن این سرعت رو برن برای اینکه جامعه هنوز خیلی گرفتار بود، ولی اگه بخشی از مهتران اینو بهش رسیده بودن بعدن اونجوری آچماز نمیشدن که وقتی قیام آدم خورا رو دیدن، چون آدم خورا هیچ کاری نکردن جز باز تولید اون چیزی که 14 قرن پیش تو مدینه تعریف شده بود، فقط انجام وظیفه میکردن، اون کار عجیب بدی نکردن، و چون خود ایرونیا با آدم خورا تعارف داشتن مقاومت گفتاری انجام نشد. مقاومت الان من ضربه نمیگم، فقط گفتاری که آقا شما سیستمتون اصلا دشمن تاریخی ملت ایرانه، حالا هر چقدر میخواد به نماز بخونید، من خودم میام براتون جانماز میندازم، ولی شما دشمنان تاریخی ایران هستید، هیچ عیبی هم نداره، خیلی هم عالیه. از من بس. این حیوان ها، گربه، سگ، چقدر نازنینن، چقدر دوست داشتنین، چقدر مهربانن. دم از آشیونم بی خونمونو سرگردونم، پریدم از خواب دیدم شب. همون زنی که یا مرتی که وقتی گربه یه سگ یه حیوان تو کوچه تو خیابون تو خونه میبینه لگد بهش میزنه، با جارو میزنه، با این میزنه، اون نهایت خریه طوله باید از همونجا شروع کنه که خره رو آدم کنی. همین بدبختی بوده که 1402 سال تو رو داغونت کرده. من بعض وقت این گربه های که داریم و یا سگ، از بس این گربه مهرورز و نازنینه، من بعض وقتا پری شب خواب پدرم رو دیدم، چون سال کرده کشته شدنش بود، از خواب بیدار شدم با من حرف زد، چیزی گفت، و پیش از این که دیگه خوابم نبرد از تخت بیام پایین، این جلبر گربه ما دیدین بعض وقت من دارم حرف میزنم بیاد اینجا که خود چنشون دیدم اومد، و بعد تا جلبر رو دیدم دیدم خیسه از بیرون اومده بود، بارون فهمیده بود من بیدار شدم، آمد. گفتم نکنه بخشی از روح پدر من در این گربه است، شکی نیست با منه، چون خیلی هوای منو داره، هوای بچه‌ها داره. یه گربه، یه گربه.
اون زن و مردکی که این گربه رو لگد میزنن، تیر میزنن، سگا رو میکشن، این حیوانات رو شما بایستی باهاشون برخورد کنید. تا نکنید که آزادی نمیشه که. روشنگری رو بایستی از همون خونه و همسایه، به خدا قسم به هر کسی قاطع برید بگید. اگه عقل داشته باشه، اونه که عقل ندارن که ولشون کن. اگه کسی تا اینجا پهن نداره، گچ نداره، بگی بابا این روسری عیبی نداشت قبلا، الان عیب داره. قبلا عیب نداشت بپوشه، الان این سربازگیری اونیفرم دشمنه، الان روسری اونیفرم دشمنه. من به فرانسوی هم گفتم تو این 40 سال الان در فرانسه خودش جنگ و جدالیست. الان جان داختم مدتیست که میگم شما در اینجا برای سر کردن روسری مبارزه میکنین. دختران آریایی من در ایران روسری رو سوزوندن، الان دیگر میگن، الان اینو توی این ورور روشن فکر و رهبران سیاسی دارن میگن. بعضی نمیدونستن که بچه های مویی کارار کردن، نمیدونستن بعضی که بچه های مویی کارار کردن، ولی روسری کشته شدن، روسری رو سوزوندن. توی ابله، توی شاعر، توی هنرمند، توی نقاش، توی گوینده، توی نویسنده که از روسری سوزان نه در ایران نه در خارج از کشور نمیگی، تو هم مجرمی. کار بزرگ دختران آریایی رو چرا پنهان میکنید؟ چرا در موردش حرف نمیزنید؟ تظاهرات میکنید؟ روسری سوزان رو بایستی به دنیا اعلام. به خدا نمیدونستن اینجا، هنوزم نمیدونن، تک و توکی بعضی جایی که ما گفتیم. خب این روشنگری بایستی بشه و هر کسی که بگید آقا این روسری، چون الان یه اونیفرمه، الان علی خامنه‌ای باندش، تشکیلات اینها، همه اسلام های دنیا دارن پول میدن تو دنیا آدم رو که مسلمون میکنن، که نشانش اینه که تو روسری سرت کنی، چون این فرانسه روز روز داره زیاد میشه، همه هم اینا اسمای شیعی گرفتن، یارو تازه مسلمون شده، ما یکی سه برنج هم به اینا بدن، اینا جوریه پولای تو بدبخت رو جوری خرج میکنن. الان یک یونیفرمه، الان یک اسلحه هست، قبلا با تیر تفنگ فلان، الان با این روسری ما رو میذارن. و نهایت خریته که در سرما و در گرمای کشنده که روسری سرش کنه. آقا مادر بزرگ که باست مقدسه دیگه، ها نه، از همینجا باید چون کنید، از اینجا باید چون کنید. بچه های ما، جوانان ما امروز امید رهایی فردای ما هستند. تو بشنو ببین چی میگه این جوان، این نسل نو و جوان ما، این خردمندان و اندیشمندان ما، فیلسوفان ما اینان، استادای دانشگاه اینان، همه اون شپش ها با ریش و پشم ها با بندازید توی سیفونشم بکشید، بچه های ما اینهان. ما اگر میخوایم از تونلی، از تاریکی، از ظلمی بگذریم، باید چراغ داشته باشیم. چراغ راه ما این فرهنگ، این هویت. از 80 سال پیش، 90 سال پیش، بعد از اون طاعونی که در روسیه افتاد، بحث کمونیسم و انقلابی که در اکتبر 1917 شروع شد، این طاعون به جان ما هم افتاد. شما در سال 57 چشم و گوش بسته اومدین، چه کسی رو سر کار آوردین؟ خطابم به همین هاست که هنوز اون گفتمان رو ول نکردن و هنوز دارن ادامهش میدن. آخوند که خب مشخص تکلیفش، توله های فضل الله نوری هستن، اینا ذهنشون، مغزشون، چیزها رو باز کنی، این رساله ها رو معلومه دیگه، عزم خواهم طهارت و اینجور چیزاست. خطابم بازرگان، سنجابی، یزدی، قطبزاده است، پلشتایی که دانشگاه دیده بودن، اروپا رفته بودن، یقه اینها رو باید گرفت. شما چه کسی رو آوردین سر ما علم کردین، گذاشتین تو سفره من؟ من که اصلا 5 سال بعد به دنیا اومدم. سوختیم، هم نسل شما سوخت، خودتون سوختین، هنوز پشیمونی ندارین، نسل ما رو هم بدبخت کردین، آواره کردین، آواره دنیا کردین. پدران و مادران و خانواده هامون هم که تو ایران موندن به این وضعیت دچار شدن، هنوز اون تفکر رو، اندیشه رو شما رها نکردین. پدر و پسر به ایران خدمت کردن و یکی از درخشانترین دورهای تاریخ ایران رو این پدر و پسر رقم زدن. اما هنوز که هنوز ما میبینیم دشمنی ها تداوم داره، ادامه داره. رضا شاه در دوران موسولینی بود. از دموکراسی شما حرف میزنین؟ کدوم دموکراسی؟ دموکراسی که محصول شد هیتلر؟ برای دموکراسی شما باید اساس داشته باشی، بنیان داشته باشی، ساختار داشته باشی. تا
تازه دموکراسی که تو آلمان بود تو عالی ترین سطح بود، آزادانه ترین انتخابات منجر به انتخاب شخصی بماند هیتلر شد. خود موسولینی که از آسمون نیفتاد بود با انتخابات اومده بود. جمع کنید این بحث ها رو. این وطن فقط یک راه داره، راه وطن خواهی، راه ملی گرایی. یکی نسخه اتیوپی میپیچه، یکی نسخه ترکیه میپیچه برامون، یکی نسخه نمیدونم مالزی میپیچه، یکی نسخه سوئیس میپیچه، یکی نسخه بابا یه نفر برای ایران نسخه ایران نمیپیچه. آقا فکر کن ببین این کشور، شما باید تمام مختصات یک کشور رو بررسی کنی بعد در موردش حرف بزنی. فکر میکنی فدرالیسم آمریکا برای فرانسه خوبه؟ نه، چون مختصات خاص خودش رو داره، ایران مختصات خاص خودش رو داره. باید تاریخ ایران رو بدونی. آیه مهتدی اسمی برم، خانم علی نژاد، آیه اسماعیلیون، آیه یکی دوتا که نیستن که، باید تاریخ ایران رو بدونی. شما این کاره نیستین. شما 5 دقیقه در مورد تاریخ ایران نمیتونین حرف بزنین. شما نمیدونی فروغی کیه، تیمورتاش کیه، مویید احمدی کیه، تقی‌زاده کیه، نمیدونی، چون این کاره نیستی. باید اول بری مطالعه کنی بعد بتونی فقط حرف بزنی، نه اینکه بیای ادعای رهبری کنی. اگر میخواین برای ایران تصمیم بگیرین باید تاریخ این کشور رو بدونین، هویت این کشور رو بدونین، گذشته این کشور رو بدونین، بعد میتونین بیان سخنی بگی. خیلی خیلی سپاسگزارم و عذر میخوام واقعا. جوانان سلحشور این سرزمین آریایی کیانه؟ پوریاست. پروردگارای چی جنایت های صورت گره؟ پوریا مولای به دست نیرو انتظامی و امن امنیتی از بین رای خدا رای خدا شبه کنم. پوریا رو میکشید؟ این که از قدیم گفتن خون جوانان وطن لال دمیده است، میدونید یعنی چی؟ مرگ نیست که، کشتن رفتن که مرگ نیست. روان و روح اون انرژی حاکم بر هستی و نور مطلق هستی، اون همیشه پایدار زنده است. اون میره هزاران هزار میشه برمیگرده. همین بچه های ماری که زدن کشتن، سارینا، حدیث، نیکا، اینا چیکار میکردن؟ هنرمند بودن، هنرنمایی میکردن، میرقصیدن، آواز میخوندن. الان همه ایران این کار شده، همه ایران میرقص شادی. آفرینه، شادی پایه نخستین زندگی اوستایی است. مسجدا رو مطرب خانه می کنند تا اینکه میخانه کنند. مطرب طرب یعنی شادی، طرب یعنی شادی. می گفتن یارو مطربه، فوش می دادن مطرب افتخار. و مساجد رو طرب خانه می کنند تا که میخانه کنند. دادور به میخانه چین خوش کلمسی دهیم، دلدور به میخانه چی هیچ بیتمیار دندلریم، دلدور به میخانه، دلدور به میخانه چی خوش کلمسین کدهیم، دلدور به میخانه چی هیچ بیتمیار دندلریم، دلدور به میخانه، دلدور به میخانه چی خوش کلمسین کدهیم. این مردم زندان،
این مردم زندن چون هر روز زندگی میبخشن، هر روز زندگی میبخشن، جهان نو میآفرینن. خب روشنگری باید بکنید، باید همه رو روشن کنید. اصلی که بگی تقدس خری هستم من، تقدس و مقدسات یعنی چی؟ خرافات سهرگردان عرب رو که امروز خود اونام قبولش ندارن مقدس برای تو بدبخت. ننه بزرگ سید علی خامنه ای و خمینی که ما رو قتل عام کردن برای تو مقدس، ننه بزرگش، بابا بزرگش، به تو چه؟ به تو چه بیچاره؟ برای تو فیروز نادری باید ما مقدس باشه؟ فیروز نادری رو که زدن کشتن بایستی برای تو مقدس باشه؟ فیروز نادری رو کشتن چون آمده و چون میدون از مردم دفاع میکرد، یه شخصیت علمی جهانیست، با فضا سخن میگفت، خیام زمانه بود، چهار تا چگل مگل چپل مپل اومده بودن بهش توهین کرده بودن. خیلی من همونجا ناراحت شدم، خیلی ناراحت شدم وقتی گذاشتمش توی لیست دولت موقت. به من تلفن کرد گفت گریم گرفت. گفتم چرا؟ گفت اینقدر من اذیت دارن میکنن. گفتم استاد دانشمند فیروز ناظری چهار تا مزخرف توی اینستاگرام و فیسبوک میگی، اصلا اینا توجه نکن، اینا برای اینه که تو دلتو خالی کنن، به اینا توجه نکن، دنیا تو رو قدر میدونه، دنیا به تو احترام میذاره. فیروز نادری تو پیروز سرزمین آریایی هستی. گریت گرفت اینگاه تو سرور مایی. دیدی چه شیرم از این انقلاب نوین مردم ایران و شورش بزرگ جوانان و دختران دفاع کرد، پدافند رفت به سبک خودش. این کاره نبود، این کاره نبود، اما به سبک خودش اومد تو میدون، تواضعی که داشت. فیروز نادری جاودانه در تاریخ ما. بدبخت مورد دومی که میخوام امروز بگم همین قهرمان کشیست. قهرمانانتون اول ترور شخصیت میکنن بعد میکشنش. فیروز نادری دانشمند ایرانی در ناسا چی کار کرده که اینقدر معروفه؟ پروفسور فیروز نادری در سال 1325 در شیراز متولد شد. 4 سال بیشتر نداشت که پدر و مادرش از هم جدا شدن و دوران کودکیشو در کنار مادر بزرگش گذروند. بعد وقتی کشتن دیگه کسی در روز حرف نمیزنه، ولی موفق نبودن در این کار. مردم ما قهرمانانشون رو پاس میدارن. بزرگ داشت ها و بزرگ خواهد ماند فیروز نادری. روانش در این پرنده ها و یا روانش در انسان های دیگر زایش مییابد و میبیند این زیبایی ها و قدر شناسی هایشون. چی؟ یکی از کارهای استعمار بوده و هست، استعمار نو. من حدود 35 سال پیش در لس آنجلس یک سخنرانی داشتم، انجمن سخن، برادرم مارشال منش، هنرمند بزرگ هالیوود، مارشال منش به من گفت بچه های سخن میخوان برای تو سخنرانی بزنن. من رفتم اونجا در لس آنجلس، باران شدیدی ها گرفت، اصلا سیل بار، خونه ماشا بودیم، سالون هم گرفتن، میخواستیم بریم همون سالون مشهورش که برای تئاتر میگرفت پرویز صیاد اینا. گفتم با این بارون کسی نمیاد ماشا نریم. گفت حالا بابا داداش نمیشه که سالون گرفتم دیگه، وقت بریم دیگه. گفتم تو بارون هیچکی نمیاد اونجا. 35 سال پیش ماشین سوار شدیم 10-20 کیلومتر را میرفتیم چون چون بارون میمد. رفتیم اونجا، از هم در هنوز وارد میشدونیم، دیدیم بزرگ مرد مطبوعات ایران، سردبیر من، سردبیر تو، سردبیر همه ای نویسندگان، عباس پهلوان دیدم اونجا. گفتم وجود عباس پهلوان
یعنی سالون پر. بعد رفتیم تو دیدیم آقای روشنزاده، دیگران دوستان، بزرگان، مهدی زکایی، بزرگان، پرویز قاضی سعید، همه اونجا جمعن. اونجا اینو گفتم میخوام بگم بهتون، بدونید اینو میخوام بگم، صحبتی که من کردم تیترش بود استعمار نوین. استعمار نوین، چون استعمار رنگ عوض کرده بود دیگه، اون استعمار گذشته نبود که نخست وزیر وزیر خودش میذاش یا نمیذاش، بعد علنا حمایت میکرد سفارتش رو. استعمار نوین همین نظم نوین جهانیست. بچه ها رو از دانشجویی نوکر خودش میسازی تو دانشگاه و دادن بورس مرس و اینا. بعد همین کار سید علی خامنه‌ای ها میکنن با چادر و روسری سر اینا کردن، حمد و قل الله بخونید، اون خرد رو به اینا میبره لااقل تو دانشگاه درس میده، بعد ازشون استفاده میکنه. اینا جهل و نادانی و خرافه. استعمار با برنامه سرزمین ها رو بدون جنگ و خونریزی کشورگشایی کرد. الان هم برای درآمد بیشتر باز جنگ های طبیعی و حساس رو میآفرینن که اسلحه خونه ها رو خالی کنن و چیز جدید و پول رو. ای همسایه بچه با ما سلام آورده، آزاد داده مرا بدام آورده، از راه درازی پیچ پی. این استعمار نوین نمیخواد تو قهرمان داشته باشی، قهرمان کشی میکنه. قهرمانان شما رو میان ضربه میزنن، هر کسی رو تو بگی یک چیزی بهش بند میکنن، هرچی به هر کسی بند میکنن. چرا؟ چون نابودش کنن. تو قهرمان نداشته باشی، سمبل نشانه نداشته باشی. نمونش همین فیروز نادری عزیزم بود. من پاستم تا زنده بود این بگم، گفتم نه نباید تبلیغ حرفای دشمنه بکنم، چون بعض وقتا تو نره دشمنی کاری میکنه تو نباید بگی، اگه بگی تبلیغ کار رو کردی. فیروز نادری رالا یک سری تبلیغات منفی علیش کردن این بزرگ مرد علی همه میکنن. یا اصلا شاید در ذر بگید رضا شاه که سمبول نوسازی و خردگرایی و ایرانگرایی نوین ایران هست و ایران نوین رو میسازه، محمد رضا شاه که چه میکنه چه میکنه. اینها حرامزاده هایی که یه عده‌ای میدونن چپول مپولا، اینا میدونن چپول مپولای مزدورا، اینا اینو میدونن، یه عده‌ای هم خر میکنن. همیشه ما از این خرا میخوریم، این خرا تعدادشون بیشتره، چون یک سخنور میتونه یک سپاهی رو بیافرینه و ما رو نابود کنه، افکار و اندیشه و کارهای ما رو. چقدر زور زدیم که آقا نگو سلام بگو درود تو خارج، الان تو داخل مردم روز روز دارن درودی میشن، توی خارج سلامی میشن، خبر مرگشون، قرآن خون میشن سر قبر، تو ایران رقص و آواز و موزیکه. الان دیگه حتی این فرقه ها که با سخنرانی مردم خر میکردن همه دارن نابود میشن. فرق گرایی، مذهب گرایی باطل داره تموم میشه. یکی از شخصیتایی که خیلی جهانی شده بود، خیلی مردم فلان فلان، این دالای لاما بود، دالای لاما بودای تیبت. این اون سالها امریکایی‌ها بهش احتیاج داشتن، در رابطه با چین درگیر بود، یارو میاد میره هند و تبلیغاتی کردن و بزرگش کردن. بعد حالا الان 20 سال صدها پرونده است که اینا تو معابدشون تو زیرزمینا و تو بالاهاش و تو بالاخونه‌هاشون به بچهای خردسال تجاوز میکردن و میکنن. و اصلا یکی از بورس هایی که اینا به مردم میدن برای که بیان تو پیش ما، این که بیان توی معبده ما بچه های کوچیک و خورد بیان هر کاری تمقید بکنین. محاکمه شدن، پرونده ها هست، تمام شد. اون بودایست تیبتن میگن تبت، هیچ ربطی به شخصیت خود بودا نداره، چون بودا بودایی نبوده که، بودا که دلیل لما نبوده که. حالا آخر هم که دیدین لب میگیره لب بچه رو میخواد، زبون بچه میگه زبون منو بخور و دست دختره رو داره میباله. الان دیگه اینا رو افشا کردن، الان چون دیگه جنگ علنی شده، جنگ چین و آمریکا و فلان اینا، اینا باید بسوزونن. کسایی که من خودم یک واقعیت رو به شما بگم، یکی از رفقای من خیلی پول داره از فرانسوی، اینا خیلی پول داره، یعنی میشناسنش، دیدم هی میرفت تایلند و هند و اینا میومد و بعد با دلیل من رفیق بود، 100 هزار تا 200 هزار تا بهش کمک میکرد اینا. گفتم تو خلی به اینا پول میدی دنبال چی؟ یه روز که مست بود و منم رفیقشم، چون به تو مربوط میشه میگم،
راز نیست آنچه به تو مربوط میشه. یه روز که مستم بود و با هم نشسته بودیم میخوردیم، با آبجو مست کرده بود، 20 تا آبجو خوردم. گفتم فلانی فرانسوی، گفتم فلانی تو خودی دلیلمه فلیلمه، اینه پولا میدی، اینه بچه بازن، اینه پدر سوخته، اینه فلان، اینه چند سال پیش. گفتم من برای همین رفیقم باشتی. گفتم برای چیش؟ بابا من هر میخونم تو معبد های اینا شبا بچه های خردسال. گفتم یعنی تو با علمی؟ گفت پول میدی که؟ گفت آقای برلوسکونی، سیلویو برلوسکونی برای روز فوت کرد، وقتی بهش گفتن تو با دختر 17 ساله بودی و فلانه اومد تو تلویزیون، گفت من خب کار زیاد میکردم میکنم، کار زیاد میکردم، خسته میشدم اینا، کار زیاد میکردم من، خب خسته میشدم اینا، برای تفریح استاده من زنو خیلی دوست دارم، من اصلا زنو دوست دارم، خب این کارا رو میکردم برای که نرم گه بشم، گه یعنی هم جنس پا. 7 سال بهش زندانی دادم هم موقع، بعد بخشیده شد اینا. ولی مردی بود که اومد حرفش زد. یه بار وزیر فرهنگی فرانسه شد یارو، سر خیلی خوبیه خواهر مادر، یارو برادرزاده یکی از رئیس جمهورهای فرانسه است. بعد یکی از عزیزان من که خیلی دوستش دارم، قدش بلند زلفش کمن، یه بار یک کسی اینجا مرده بود، برای مجلس تحریم خداحافظیش کرده بودن، بغل سرکوزی میشینه، حتی بغل سرکوزی میشینه، اینا صحبتی نمیشه، میگه که خب حال رو خوبه، و به سرکوزی میگه این عزیز من نازنین، میگه بابا این یارو پسره رو توی پستی بهش بده دیگه. میگه هم یارو میگه، میگه مال حزب سوسیالیسته و باباش هموش هم کنه، ولی چش چش صداش میزنه ایتالیا بود، از پیش برلوسکونی بود. میاد اینجا وزیر فرهنگ فرانسه شد. همین آقا که وزیر فرهنگ فرانسه شده بود، چند سال پیش کتاب نوشته بود، خودش دیگه خودش نوشته بود، نوشته بود آره ما میرفتیم تایلند، میرفتیم اون سالای فلان اینا، اونجا به خاطر میردیم شو بچه های خوردی بودن کوچولو، و ما بچه آقا یارو خودش نوشته بود، بعد بیاد وزیرم میشه، بعد کتاب رو جمع کرد البته. یعنی یک سری کثافتکاری های اینها در تاریخ مونده و هست، الانه که مردم روشن شدن. خاطر همین آخوند و شیخ و بازارش که به نام تیبه باشه، سکت میگن به اینها، نمیگن دین، میگن سکت تیبتی تبتی، دالیلاماش باشه، چه رهبران اسلامی باشه از هر رنگ و کوفت و زهر مارش، اینا با زبون مردم رو خر میکنن که حتی میره تو جمکران دنبال خدا میگرده. خب خرها رو شما باید آدم کنید، آسون هم از آدم کردن، یه دیگه پول میگیرن، حقوق میگیرن، بچه های ما رو میزنن میکشن، اینا برای پوله. تو باید بتونی پول بیشتری بهش بدی، بکشی به طرف خودت. مثل اینکه پرستوهایی که خارج میفرستادن، خیلی پرستو فرستادن خارج، خیلی اگه کسی زرنگ بود پرستوان میتونست میگه واقعا چی میخوام به تو بدم، پدر سگ میخوای یه کارو بکنی، او کارو بکنی، یه کارو بکنی، سگ حیوان خوبی است، اگه به کسی گفتین پدر سگ یعنی بهش احترام گذاشت. بعد افراد زیاد بودن که پرستو خودشونو خریدن، پرستو. حالا هم شما باید بگین آقا اگر حقوق موقوق چیزی بهت میدن بیا اینجا مثلا خارج برو اوور برو اینو ما کار بهتر بهت میدیم، اگه ما 50 دلار میگیری برو فلان جا ما بهت کار میدیم، ما 500 دلار اینا رو جلو باید ازشون جدا کنین. و از اون طرف اونایی که خرای پایین هستن که اینا سوارشون شد، اونا باید روشن کنید، باید روشنشون کنید. روشنگری یعنی چه؟ یعنی همین کنم نداره حالی برام نمونده، دنیا برام سرابه، داد
یادی نکردی از من رسم رفاقتی، عشقی برام نریختی عشق و صداقتی، دشمن راه دورم درد دلم زیاده، جده به جد جدایی هیچی به من نداده. سخن بسیاره ولی یادتون نره قهرمانانتون رو نابود نکنن، این یک. دو، روشنگری بکنید. سه، بچه هایی رو که میکشن انتقامشون رو بگیرید. هر کدوم از بچه های شما رو که زدن، همه بچه های منن. پوریا بچه منه، نیکا دختر منه، سارینا دختر منه، اینا همه فرزندان ما هستن. بچه ها رو انتقامشون رو بگیرید، به اینها اجازه نفس کشیدن ندید، چون اگر نفس بکشن نفس میگیرن. آریانا هستم و از سرزمین میایم که زمانی از دامانش رباعی سر بلند کرد، مولانای دران زاد و بو علی سینای از آن چون خورشید تابان بر جهان درخشید. من از سرزمین میایم که زمانی مهد علم و هنر، منبع دانش و فرهنگ، مرجع قدرت و اقتدار بود. من از سرزمین می آیم که بخت و بختی و بلخ و تخارستانش زادگاه یکی از دیرین ترین و شیرین ترین زبانهای دنیاست، زبان فارسی دری. من از سرزمین می آیم که در آغوش آن زردشت رشد یافته است و بودا در آن لم داده است، سرزمینی که زابلی دارد و رستمی داشت، سرزمینی که کابلی دارد و رودابه‌ای داشت، سرزمینی که پامیری دارد، لعل بدخشانی دارد، زمرد پنجشیری دارد، جلغوزه خوستی دارد، انگور شمالی دارد و انار قندهاری. من از سرزمینی میایم که زمان بیشترین قسمت‌های خراسان فرهنگی و تاریخی را در آغوش خود داشت. من از آریانای کهن، از باختر تاریخی، از خراسان بزرگ دیروزی و اما از افغانستان خونین امروزی میایم. از سرزمینی که اکنون تمام هویت و تاریخش را ریش و دستار زیر نام مذهب و جهاد مصادره کرده است. پنجه های خونین عقاب استعمار بر کتف و شانه هایش چنگ انداخته است و دندان های عفریت عقبگرایی و بدویت تا مغز استخوانش فرو رفته است و از قلب خونینش کابل کابل بلخ بلخ خون می گیرید. من از سرزمینی می آیم که امروز برخلاف گذشتهش رابعه بودن در آن جرم است، مولانا شدن در آن کفر. من از سرزمینی می آیم که امروز در آن شبکه های تروریستی و گروه های دهشت و وحشت همچون اشباح مرموز و هولناک بر مزار هویت و فرهنگ و داشته های مادی و معنوی چند هزار ساله اش می رقصند. من از جای آمدم که زمانی مصدر علم و دانش و فرهنگ و شعر و هنر بود، اما امروز برای همین داشته هایش محکوم به نابودی است، محکوم به سکوت است و محکوم به شکنجه و ترور و وحشت. درست مثل خواهرش ایران، ایرانی که دیروز او از من و من از او و ما از همدیگر بودیم و امروز نیز هرچند مرزهای سیاسی میان ما کشیده شده است، ولی هویت فرهنگی و تاریخی مشترک ما را به هم پیوند داده است و شادی ها و درد های ما را از هم دیگر جدا نمیتوان تجربه کرد. به هر حال
دلیل این که من امروز اینجا هستم موضوع و درد مشترکی است که خیلی از شما همزبانان نازنینم آن را در آثار و کارهای من یافته اید. دردهایی که نامهای متفاوتی دارند ولی مشترکند. این درد را در کابل فرخنده می نامند و در تهران مهسا. در افغانستان آن را رخشانه می نامند، در ایران نیکا. و همینطور هزاران و ده ها هزار نام دیگری که از هم متفاوتن ولی دردند و آن هم درد مشترک. من در چنین روزی و با استفاده از فرصت می خواهم بگویم بیایید از خون فرخنده ها و مهسا ها و نیکا ها به آسانی نگذاریم. بیایید دختران من را در جاده های کابل و ایران تنها نگذاریم. چنین نسل ساده به دست نیامده است. دیو اندیشه و حکومت های افراطی و دیکتاتور سالهای سال فرخنده ها و مهسا ها را بلیده است. مهسا و فرخنده امروز فقط دو نام نیستند، بلکه شیپور انقلابی اند که برای تمامی جهان اتمام حجت کردند و در گوش نسل امروز و جهان امروز شیپور انقلاب و دگردیشی و دگراندیسی را به صدا در آوردند. ما صدها سال در کالبد فرخنده ها و مهسا ها به قتل رسیدیم. چند سال دیگر و برای چند بار دیگر می خواهید شاهد قتل خود در کالبد رخشانه دیگر و یا نیکای دیگر باشید؟ ای نسل رابعه، ای دختران یما، ستون اقتدار از مهربانیار برادر عزیزم مهندس امیر شجر سپاسگزارم. تا برنامه دیگر دستان گرم همه شما. فولادوان دست میداد اینجوری یادم شکر فرود فولادوان تفلی بین شرف ها چجور کشتنش. با همتون خداحافظی میکنم، میگم بدرود و خدا نگهدار تا برنامه دیگر. و چقدر غمگین هستیم که در این روزهایی که ملت ایران به یک آگاهی و به یک رستاخیز جدیدی رسیدند نسبت به خاندان ایرانساز پهلوی، این دو عزیز متاسفانه در میان ما نیستند که امروز اینجا گرده هم اومدیم، نه تنها برای
شاهدخت لیلا پهلوی، بلکه برای حمایت از خاندان ایرانساز پهلوی. قسم به خودت که هستی من ز هستی تو جدا نبود. لطفاً برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها با خبر بشید. از همراهی و حمایت شما سپاسگزاریم. Fierté historique pour la radio ici et maintenant suite à la proposition de David Abassi, Emmanuel Macron aurait plus utilisé le mot djihadiste mais terroriste islamiste. Et quand vous dites djihadiste, vous donnez la valeur à l'individu et son acte. Comme avant eux, ceux qui, depuis 2015, ont été victimes du terrorisme islamiste. Vos collègues sont tombés sous les coups d'un islam dévoyé et porteur de mort qu'il nous revient d'éradiquer. Face au terrorisme islamiste, nous mènerons le combat sans relâche. Le tome 2 du livre Dialogue avec l'Histoire, 104e ouvrage de David Abassi, philosophe, créateur et rénovateur des idées, nommé auteur controversé par la Bibliothèque nationale française, vient de paraître avec 35 interviews parmi plus de 500 rencontres de David Abassi avec les personnalités nationales et internationales. Chez Amazon. Sinon, envoyez 39 euros sur notre compte PayPal à l'adresse institut@avesta.net. institut@avesta. من با خدا رقصیدم. 10 کتاب جنجالی سیاوش اوستا در یک کتاب. از میترا تا محمد، قرآن سروده‌ای به سبک پارسی، دینداری و خردگرایی، افسانه افسانه ها، خدا را در خواب دیدم زار زار گریه می کرد، تاریخ آریایی، هویت ملی و اوستا، سازمان جاسوسی الله، پژوهش و گزارشی از برنامه‌ها و شگردهای انواع و اقسام سازمان‌های جاسوسی، امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران. آیین اوستا، ایران با بیش از 7000 سال پیشینه تمدن. سیدی حافظ رند شیراز، برداشتی نو از سرگذشت حافظ به روایت سیاوش اوستا، از قرآن خوانی تا پیرو اوستا شدن، حافظ و جریان عاشقی او، راز فال حافظ، اعدام حافظ.